تامین امنیت بدون همکاری مردم ناممکن است. تامین امنیت بدون حمایت مردم ممکن نیست. نورستانی برای مدیریت انتخابات بعدی آماده است. تحت مدیریت ما و همکارای ما کمیسیون محترم مستقل انتخابات دایر خواهد شد. و مردان مسلح در پاکستان 8 تن را کشتند. سلام و شبتان بخیر. به این مجموعه خبری با من پریسا ابراهیمی خوش آمدید. امروز اول عقرب سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 23 اکتبر سال 2014 میلادی. مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نخستین ماه حکومت وحدت ملی افغانستان را پر از دستاورد و موفقانه خوانده است. باراک اوباما که در ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور گفتگو کرده، بار دیگر بر تعهد آمریکا مبنی بر حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید نموده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان سیاسی این رضایت آمریکا را برای ثبات سیاسی افغانستان مهم می‌دانند. شریف لابیان به این موضوع پرداخته است. رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان شام چهارشنبه با حضور رئیس اجرایی حکومت افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند. آقای اوباما در این کنفرانس یک بار دیگر توافق سیاسی میان آقای احمدزی و آقای عبدالله را ستوده، تاکید کرده است که آمریکا برای تقویت حکومت وحدت ملی همچنان متحد است. رئیس جمهور آمریکا یک ماه حکومت جدید را بسیار پردستاورد توصیف کرده است. شمار از کارشناسان خوشنودی کاخ سفید را از وضعیت کنونی برای ثبات سیاسی کشور مهم می‌دانند. این رضایت یک پدیده سهل و تشویقی نیست. در حقیقت پروگرامی که از یک بحران برگشت و دولتی که از درون یک حالت برافروخته و التهابی افغانستان به در آمد، خوشبختانه به یک وضعیت نظاممند و استحکام سیاسی و ثبات سیاسی داره کمک میکنه. از سوی هم شماره از اعضای مجلس نمایندگان تعهد جدی اوباما در مورد حکومت جدید را زمینه ساز بازسازی فضای اعتماد میان دو کشور میدانند. حکومت جدید مصمم هست تا یک حکومتداری سالم از خود نشان بده و بخصوص با فساد مالی و اداری که یکی از شرطهای مهم دنیا برای ادامه همکاری دنیا با حکومت افغانستان بود، اینا از خود نشان بدن. حکومت وحدت ملی پس از آن تشکیل شد که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در 21 سپتامبر موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند. اکنون انتظار مردم افغانستان و جامعه جهانی از این حکومت خیلی گسترده است. دیده شود که حکومت وحدت ملی در چه سطحی به این انتظارها پاسخ مثبت خواهد داد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور میگوید بدون حمایت و همکاری مردم تامین امنیت در کشور ناممکن است. وی در دیدار با شماری از سران قومی ولایت غور تاکید کرد که دولت برنامه‌هایی برای تامین امنیت دارد. با این حال فرمانده پلیس غور از بعضی فعالیت‌های طالبان در این ولایت که به باور وی دارای اهداف نمایشی است سخن می‌زند. شماری از باشندگان غور به این باورند که فاصله میان دولت و مردم باعث شده است تا امنیت خراب شود و مردم تمایل به سوی طالبان نشان دهند. حمید صدیقی با شرح بیشتر این خبر. در جریان چند سال اخیر تامین امنیت کشور از خواستهای اساسی مردم افغانستان بوده است. شماری از باشندگان و سران قومی ولایت غور در دیدار با رئیس اجرایی کشور از حکومت میخواهند تا برای تامین امنیت تلاش کند. به باور آنان فاصله میان مردم و دولت در حکومت گذشته باعث بدامنی شده است. که ملت از نظام قبلی فاصله بگیره و نظام قبلی منفور شود. ما که در پارلمان بودیم و هر کس از هر ولایت بود، وقتی که تحلیل میکردن اوضاع را برای ما کاملا ثابت میشد که عامل بی امنیتی و عامل رفتن افراد به صفوف طالبان و دشمن همین دولت و اموالش بود. امروز در ولایت غور امنیت حالت خوبی نداره و مشکلات خود هم وجود داره. تجهیزاتی که نیروهای امنیتی تقاضا دارن تا هنوز وجود نداشته. یک سلسله مشکلات دیگه‌ای که بوده تا هنوز هم اون مشکلات مرفوع نشده.
با این حال رئیس اجرایی کشور هرچند از برنامه‌های برای تامین امنیت سخن می‌زند، اما می‌گوید که بدون همکاری مردم تامین امنیت ناممکن است. البته همه کارا در یک روز هم نمیشه، در یک ماه هم نمیشه. امی که شما ببینین به مو طرف روان هستیم و همه با هم میریم و عدالت تامین شده، انشالله که امی کفایت خواهد کرد و قدم های بعدی هیچ کدامش بدون حمایت مردم برداشته شده نمیتونه. تامین امنیت بدون حمایت مردم ممکن نیست. از سویم فرمانده پلیس ولایت غور به این باور است که تحرکات مخالفان در این ولایت وجود داشته، اما در کنترل نیروهای امنیتی کشور است. با گفته وی، حملات چند روز پیش طالبان بر بخشای این ولایت ناکام ماند و اکنون شماری از رهبران آنان در محاصره خیزش های مردمی قرار دارند. اونا بسیار کوشش میکنند که نقاطی را هم بگیرند، نشان بدن که گویا یک گروپی هستند. ملا احمد شاک یکی از ملای نامنهاد طالبا بود، بسیار یک انسان جانی، فعلا هم به ماسره خیزش مردمی است. همچنان ملا ظریف، مولوی عبدالهادی، مولوی نگمامت در کوها متواری شدن، در ماسره خیزش مردم قرار دارن. این در حالی است که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور، تحرکات و حملات مخالفان مصالح دولت در تمام کشور افزایش یافته است. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اظهار خوشبینی می کند که انتخابات سال 2015 تحت مدیریت وی برگزار خواهد شد. نورستانی می گوید تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات اگر خلاف قانون باشد نمی پذیرد. آقای نورستانی گفتنی های دیگری هم دارد که نصرت پارسا بخشی از این حرف ها را در این گزارش گرد هم آورده است. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 2014 تحت مدیریت همین شخص برگزار شد. نتایج ریاست جمهوری پس از گذشت کم و بیش 6 ماه اعلام شد، اما از نتیجه شوراهای ولایتی خبری نیست. نتایج شورای ولایتی را انشالله امروز فردا اعلام میکنیم. تمایل دارند انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها را هم در سال 2015 مدیریت کند. از مدیریت انتخابات 2014 خودش راضی به نظر میرسد و میگوید درباره بدرازا کشیدن انتخابات و تقلب های صورت گرفته بیگناه هست. امیدوار هستم که تحت مدیریت ما و همکارای ما کمیسیون محترم مستقل انتخابات دایر خواهد شد. ما در خود کوچکترین اشتباه یا گناه را نمیبینم. ای که مثلا در تفتیش شد، تفتیش 4-5 ماه را دوام کرد، جامعه جهانیش داخل تفتیش آمد، ملل متحد آمد، یعنی به تقاضای کاندید صاحبای محترم، هر دو کاندید صاحبای محترم و دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان او را قبول کرد، منظور کرد. دیگه ما هم نازک وزیر بودیم که او را قبول میکردیم. جدول زمانی که تحت مدیریت آقای نورستانی برای انتخابات مجلس نمایندگان تهیه شده است، باید 23 روز پیش، یعنی در اول اکتبر مطابق نهم میزان، ثبت نام برای نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان آغاز می شد. فکر میکنم که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها مشکل خواهد بود که در یک وقت دایر شد. با وجود از این ما یک تقسیم اوقات برش دارالانشا برای مشاورین متخصصینی که در این راستا کار میکنن وظیفه دادیم که شما یک 2-9 تقسیم اوقات برای ما آماده بسازین. بحث ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بر سر چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها ادامه دارد. تا هنوز مشخص نیست که آیا 2 انتخابات همزمان برگزار خواهد شد یا اینکه به گونه جداگانه. در مصاحبه 17 دقیقه‌ای با آقای نورستانی چندین بار در مورد تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات پرسیدم. ما میگیم که اگر این مطابق با اساس قانون باشه، اولین نفر خواهد بودم که ما کنار گیری کنم. اما با اساس قانون اگر نباشه، شاید اگر با اساس قانون نباشه، خب ما چیزی کدن نمیتونم، باز اونا محاسبه خودشان بکنن. فهمیدید؟ یوسف نورستانی رئیس جمهوری و رئیس اجرایی را عاملان به دراز کشیده شدن انتخابات میخواند. میگوید اگر رای های انتخابات به تفتیش نمیرفت، نتایج زودتر اعلام میشد.
14 نشست کشورهای قلب آسیا تا یک هفته دیگر به تاریخ 3 اکتبر در بیجینگ چین برگزار می‌گردد. افغانستان امروز میزبان جلسه سفرهای کشورهای قلب آسیا بود. در این اجلاس سفیران کشورهای قلب آسیا روی نهایی ساختن اعلامیه نشست بیجینگ روند استانبول بحث و گفتگو کردند. هرچند جزئیات این نشست برای رسانه‌ها عیان نشد، اما مسئولان در وزارت خارجه این نشست را برای افغانستان مهم می‌دانند. فرهناز فروتن گزارش می‌دهد. برخی از سفیران روند استانبول کشورهای قلب آسیا در اینجا جمع شدند. این اجلاس مقدمه برای نهایی سازی اعلامیه نشست بیجینگ چین است. این اجلاس یک گام مهم در راستای تکمیل کار اعلامیه بیجینگ است. من از همه سفیران می خواهم تا با همکاری این اعلامیه را امروز نهایی کنیم. در جلسه نخست ما درباره اعلامیه‌ای که در 4 اکتبر توزیع شده بود کار خواهیم کرد تا حد اکثر ماده‌های این اعلامیه را تکمیل و کار را برای نشست بیجینگ تسهیل کنیم. سازمان ملل متحد نشست قلب آسیا را برای آینده ای افغانستان باثبات مهم می‌داند. ما تعهد سازمان ملل و جامعه جهانی را بر روند استانبول تاکید می کنیم و با منطق ایجاد این روند تحت حمایت بین المللی و تحت رهبری افغانستان زمینه همکاری منطقه‌ای را با افغانستان برای یک کشور باثبات و مرفع بر اساس منافع کشورهای همسایه ایجاد می کند. این دومین نشست سفیران قلب آسیا است. نظریات شما در پیشنویسی که افغانستان آماده کرده آماده است. میزبان اولین دور نشست روند استانبول و کشورهای قلب آسیا افغانستان بود. این نشست روی مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، مواد مخدر و همچنان تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و اقتصادی کشورهای قلب آسیا بحث می‌کند. حاضرم توجه کنیم به خبرهای خارجی که به همکاری رادیو آزادی تهیه شده است. اما پیش از آن یک وقفه کوتاه. وزارت تجارت و صنایع میگوید قیمت 1 کیلو گاز مایع به طور عمده به قیمت 45 افغانی و پرچون به قیمت 55 افغانی تعیین شده است. این وزارت از مردم میخواهد تا در این راستا با این وزارت همکار بوده و در صورتی که 1 کیلو گاز از قیمت تعیین شده بیشتر به فروش برسد، برخورد قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت. اما شماری از باشندگان کابل میگویند که به این گفته ها باور ندارند. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع میگوید اتاق‌های تجارت با تصدی نفتی و گاز مایع قراردادی را به امضا رسانیده است که به اساس این قرارداد 1 کیلو گاز مایع به صورت عمده 45 افغانی و پرچون 55 افغانی به فروش خواهد رسید و در صورت تخطی سوی فروشندگان با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این تصمیم به خاطر از این گرفته شد که نرخ 1 تن گاز در بازارهای جهانی از 100 تا 105 دلار آمریکایی ارزان شده. این نرخ ما پا بر جاست تا زمانی که تفاوت در نرخ‌های جهانی رو نما نگرده. اگر کاهش آمد باز ما نشست خواهیم داشت. از این قدر هم پایین‌تر میریم. اما پرچون فروشان میگویند که 1 کیلو گاز مایع به صورت عمده 57 افغانی برای آنان تمام می‌شود. من خودم گاز کیلو 60 رو میفروشم، بیادر ایسای که تجارا که میگه دولت اعلان میکنه که بیادر 45 رو بفروشه. ما روی سند اینه بیادر ما 60 رو 67 رو 57 رو ما خریدیم. ما 60 رو ما رو اعلان کرده یا 45 رو بفروشه یا 50 رو روی چی بفروشیم. در عین زمان شماری از باشندگان کابل نیز این گفته ها را فقط یک حرف میدانند. هیچ وقت امید گاز ارزان نمیشه، نمو 75 65 80 روپا خریدیم. عملی نمیکنم اون تا مو 70 حتی 75 80 روپا گاز از بازار خریداری کنیم. از اینجا شرکت اعلان میکنه 50 روپا، اینجا که میری 70 روپا. باشندگان کابل از دولت میخواهند که بالای فروشندگان مواد نفتی فشار وارد کند تا نرخ مواد نفتی کاهش یابد. با گفته آنان اگر این کار صورت نگیرد با رسیدن فصل سرما مردم با مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد. بدونم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل.
دلار آمریکایی 58 افغانی، 1 یورو 73 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی. و برای ارائه رویدادهای ورزشی همکارم سید علی کاظمی در استودیو با ماست. کاظمی خیلی خوش آمدید. تشکر. شب شما بخیر. شب شما بیننده های عزیز، همچنان خبرهای ورزشی بعد از وقفه کوتاه. با سلام مجدد، خوش آمدید به خبرهای ورزشی این ساعت. خبرهای ورزشی را با خبری از برد تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان آغاز می‌کنیم. ساعتی قبل تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان توانست تیم کرکت ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر شکست داد. در این بازی ابتدا ایران بازی را آغاز کرد و در 16 اور و با از دست دادن تمام بازیکنان خود 27 دفعش را هدف تعیین کرد که این هدف را تیم 16 سال افغانستان به راحتی و در 3 اور تکمیل نمود و تیم ایران را تحقیر کرد. مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال جام دانشگاه‌های پایتخت با 2 دیدار همراه بود که پس از دیدار نخست تعلیم و تربیت توانست راهی دور نهایی شود و مسافت 2 تیم دانشگاه کابل و دعوت چهره دومین فاینالیست را مشخص خواهد کرد. در دیدار نخست والیبالیستان دانشگاه تعلیم و تربیت توانست همان چه 3-2 تیم دانشگاه کاردان را شکست دهند، اما دیدار دوم تاکنون ادامه دارد. این رقابت ها که با اشتراک 6 دانشگاه شهر کابل به منظور انتخاب تیم دانشگاه افغانستان برگزار گردیده است تا تیم گزینش شده بتواند در رقابت های جام دانشگاه قاره کهن از کشور نمایندگی کند. گرچه مسابقات جاری تنها تیم های شهر کابل را در ترکیب گنجانیده است، اما فدراسیون والیبال افغانستان سرتاسری ساختن این جام را از برنامه های آینده خود می‌خوانند. و در نهایت اینکه رقابت تنیسوران افغانستان برای تیم ملی همچنان ادامه دارد. 10 دیدارهای تنیسوران کشور از 11 دوره رقابت‌های گزینشی تیم ملی تنیس افغانستان صبح امروز با بیش از 10 دیدار همراه بود. رقابت‌های مزبور به سیستم لیگ برگزار می‌گردد که پس از 9 روز تنیسوران با بیشترین امتیاز راهی ترکیب تیم ملی خواهند شد. تنیس بازان کاتگوری جوانان باید 14 دیدار انجام دهد و در سوی دیگر هم نوجوانان تا پایان رقابت‌ها با 18 حریف مساف می‌دهند. این رقابت‌ها که سالانه یک بار از سوی فدراسیون تنیس افغانستان برگزار می‌گردد، امسال با اشتراک بیش از 60 تن از 5 ولایت در 3 بخش آغاز یافته بود که قرار است 9 تن در هر بخش به تیم ملی انتخاب گردند. با سپاس و حال همکارم پریسا با وضعیت آب و هوای کشور. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17. جلال‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. سرانجام غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. خبرنگار ساعت 8 گزارش شب شما خوش خدا نگهدار. شب شما خوش.